سلام، به به، عیدتون مبارک، 13 تون به در اومده، حالتون خوب باشه. در 12 روز گذشته همونطور که میدونید در برنامه نیمه شب ما اومدیم اخبار سال 1400 رو هم دیگه بررسی کردیم. حالا توی روز 13 هم میخوایم ترین های سال 1400 رو با هم دیگه انتخاب کنیم. با هم دیگه که یعنی ما انتخاب میکنیم و به شما میگیم، چون ما خودمونو مرجع همه چیز میدونیم و احساس میکنیم که ما باید این کارو حتما بکنیم. یعنی یه فشاری حس میشه که ما حتما باید ترین ها رو انتخاب کنیم و میخوام توی این برنامه بریم سراغ با هم دیگه به استقبال برنامه ترین های سال 1400. دسته میخواد بزنید نه؟ مرسی مرسی، خیلی منظم، آفرین، عالی، خیلی منظم، مرسی. عوامل ما رو ببین، بس نزن، نه او مرسی. خب بریم سراغ شروع مراسم امسال. به 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 به، اولین جایزه رو میخوام بدیم به ولنکن‌ترین آدم سال 1400. در این بخش دیپلم افتخار تعلق میگیرد به اون دوستمون که رفته بود عروسی یکی از دوستاش، بعد پول انداخته بود، پول انداخته بود، میگید ما لورا میگیم انداخته بود، پول داده بود بابت هدیه عروسیش، بعد دعوتش کرده بود چند سال بعد عروسی پسرش و طرف نیومده بود. بعد عروسی اون یکی پسرش هم دعوت کرده بود، طرف نیومده بود و این رفته بود شکایت کرده بود، درخواست استرداد پول رو داشت. واقعا دیپلم افتخار نوش جونت که اون عروسی ها رو یادته و پولتو میخوای پس بگیری، هیچ چیم جلو دارت نیست. اما جایزه اصلی این بخش تعلق میگیرد به این گزارشگر خوب کشورم. مرتضی سهرابی کارتش رو از جیبش در آورده، عادل مرادیان و بازیکن خاطی تیم زیروان رو میخواد، اینا رو به کارت قرمز برای هر دو بازیکن اخراج میکنه، هر دو بازیکن رو، هر دو بازیکن نگاه کنید، نگاه کن چه لگدی میزنه به بازیکن تیم، نگاه کنید، نگاه کنید اینجا رو، تماشاگران هم میریزن داخل زمین، تماشاگران هم میریزن داخل زمین، نگاه کنید، نگاه کنید، آقا داریم نگاه میکنیم دیگه، چه خبره در ورزشگاه، نگاه کنید، آقا خواهش میکنم دیگه نگو، ما واقعا داریم نگاه میکنیم، داور مسابقه رو میرن یارو کنن، نه نگاه کنید اینجا، بابا به خدا داریم نگاه میکنیم، چه خبره اونجا، عادل مرادیان نگاه کنید، جواد آزادنیا چه جوی داره اونجا، به هم میخوره، تماشاگران میریزن داخل زمین، حسن رنجکش به بیرون میکشه اونا رو، نگاه کنید اونجا رو، آقا دارم نگاه میکنم. برای جایزه دوم میخوام بریم سراغ یک جایزه بسیار ارزشمند، جایزه جواد خیابانی ترین حرکت سال 1400. نامزدهای این بخش مهم رو با هم دیگه ببینیم. حالا خاطر انگیزترین گزارشتون به نظر خودتون تو شهرآور کدوم بازی بوده؟ خاطر انگیزترین گزارشی که من کردم همون بازیی که گزارش نکردم. همین. خیلی با هم یکی، امیر حسین، بهترین نیمه شبی که تو اجرا کردی کدوم نیمه شبه؟ بهترین نیمه شبی که من اجرا کردم همون نیمه شبیه که من اجرا نکردم. بریم سراغ نامزد دوم این بخش. یک دقیقه 60 ثانیه وقت اضافه داریم. یعنی چی؟ یعنی انقدر بازی خوب بوده، یعنی انقدر بازی سری بوده، یعنی انقدر بازی داغ بوده که اصلا وقت اضافه نداریم. واقعا هر کدوم از این نامزدها میتونستن برنده باشن. چقدر انتخاب برای اعضای داوران سخت بوده، که خودم بودم در واقع، خودم انتخاب کردم اینا رو، ولی چقدر انتخاب سخت بوده. بریم سراغ نامزد سوم این بخش. احساس میکنم که باید عوض بشی، اگه عوض نشی، اگر سعی نکنی که عوض بشی، مجبوری عوضی بشی. آقا چرا مجبوری عوضی بشی اگه عوض نشی؟ خب هم حالت سابق میمونی دیگه، اگه عوضی نباشه خب عوضی نمیشی. چرا مجبور کردم اگه شما رو این چیزها رو بگید؟ و اما بریم سراغ برنده این بخش، جایزه ویژه یک عمر، جواد خیابانی، تعلق میگیرد به آقای پیمان یوسفی بابت این ویدیو. بگیم هم یه خدا قوت و خسته نباشید، هم به بر و بچه های تیم ملی والیبال زنان هندبال کشور عزیزمون. ما هم خسته نباشید میگیم به تیم ملی والیبال زنان هندبال مردان جوانان بسکتبال واترپولوی نوجوانان مردان ایران در
آسیا. برای جایزه سوم، چون ما تو هر زمینه ورود میکنیم و تو هر زمینه حرف مفت میزنیم، در حوزه موسیقی هم میخوایم ورود کنیم، کنترل که نمیندازه، میخوایم بهترین کنسرت سال رو انتخاب کنیم. با هم دیگه نامزدهای این بخش رو ببینیم. نامزد اول این بخش کنسرت داداش آقای آرون افشار. نامزد دوم این بخش اما کنسرت بابای آقای آرون افشار. لبگی تر بکنی من خود دریا میشم، متاسفانه خود آقای آرون افشار نتونستن که به نامزدهای نهایی این حوزه راه پیدا کنن. ایشالله سال دیگه آرون جان عزیزم. اما بریم سراغ نامزد بعدی این رشته، آقای هوروشپند. آقای هوروشپند که نه، هوروشپند. چقدر زیبا و مسلط، به به، چقدر یه نفر میتونه پلی بک و مسلط بخونه، آفرین. بریم سراغ نامزد چهارم و پایانی این حوزه قبل از برندمون، آقای محسن ابراهیم زاده. آفرین. ببین شما خواننده واقعی اینه، میکروفون ازش میافته، خودش هم میفته زمین، ولی همچنان با همون قدرت میخونه. آقای صدای واقعی توی بقیه خواننده ها شما رو در میارن. خواننده واقعی یعنی این، میکروفون نباشه بازم بخونه. آفرین. اما بریم سراغ برنده این بخش، بهترین کنسرتی که در سال 1400 در کشورمون برگزار شده، همون کنسرتی که برگزار نشده. شام در برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسباب سر بریدی. کنسرت آقای محسن چاوشی به عنوان برنده بهترین کنسرت سال 1400 انتخاب میشه. آفرین محسن جان که کنسرت نذاشتی، هیچ وقت هم نذار، مثل اینا میشه یه وقتی او تصورات ما به هم میزه. برای جایزه بعدی میخوام بریم سراغ بهترین واکنش سال 1400. بهترین واکنش یعنی این که یه اتفاقی افتاده که واکنش دیگه، چرا دارم واکنش توضیح میدم. بهترین واکنش سال 1400، بریم سراغ اولین نامزد این بخش. اولین نامزد این بخش میشه اون آقای هندی که بعد از اینکه خانومشون در شب عروسی متاسفانه توی بیمارستان فوت میکنن، همونو بر میگرده تو همون مراسم و با خواهر خانومش ازدواج میکنه، انگار نه انگار هیچ اتفاقی افتاده. نامزد دوم این بخش آقای سروش سعد هستن که در واکنش به صحبت‌های آقای جواد خیابانی خیلی خونسرد از خودشون واکنششون میدن. با هم همسنی، شما متولد چه سالی هستیم؟ من یک 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 به دنیا. نامزد سوم این بخش میشه خواهر اون خانم هندیه که تو شب عروسیش فوت میکنه، که همونو که از بیمارستان برمیگردن با شوهر مرحومه ازدواج میکنن تو همون مراسم. نامزد چهارم این بخش در واکنش به گرفتن روغن موتور به عنوان جایزه بهترین بازیکن زمین، یه صورتی ماندگار از خودشون نشون دادن که ما در برنامه قبل هم بررسی کردیم، بازیکن سنگالی. نامزد پنجم این بخش میشه مادر اون خانومه که توی شب عروسیش فوت کرد، که همونو که برگشت توی مراسم اون یکی دخترشو داد به داماد و همونو جشن گرفتن و پایکوبی کردن. آفرین، ولی کردی چه واکنشی. و اما برنده بهترین واکنش سال 1400 از دید برنامه نیمه شب، آقای نجم الدین شریعتی، دوست عزیز من، که در واکنش به صحبت‌های حاج آقا قرائتی این واکنش رو از خودشون نشون دادن. این چه اینا؟ حالا شاید بگید که مهمون برنامه آقای قرائتی چه صحبت‌هایی کردن که نجم الدین داره این واکنش رو میده؟ من نمیتونم بگم، ولی سرراسته بخوام بهتون بگم،
بازم نمیتونم بگم، خودتون برید نگاه کنید ببینید چی ها گفتن. تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی و همراه زیرنویس انگلیسی و عربی، همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید. پرداخت راحت و آسان از طریق مسترکارت و ویزا کارت. تلویکا. اما جایزه بهترین تصمیم سال 1400، دیپلم افتخار این بخش با افتخار تقدیم می شود به جناب آقای شهاب حسینی، بزرگمرد سینما ایران، برای خداحافظی با سینما. جراته یه روز بیشتر طول نکشید، ولی همون یک روز تصمیمشون برای ما کافی بود که ما دیپلم افتخار رو برای بهترین تصمیم بدیم به ایشون. پس برای حظ بنده زیاد خود را به زحمت نیفکنید، این کوچک خود دیر زمانی است که به دنبال راه نجات است. و اما برنده بهترین تصمیم سال 1400 خانم سحر قریشی هستند، برای تصمیمشون برای خروج از کشور و رفتن به اونجایی که خودتون در جهان هستید. حتی خانم قریشی گزینه‌های خیلی بهتری به نظر من در داخل کشور داشتن. عشقم از وقتی که رفتی انقدر شنگولم، میترسم گرگه بیاد منو بخوره. به صد آشغالم زیاد بها بدی، فکر میکنه گاو صندوقی. سلامتی عشقم میگه بدون من تو نوش و عیشی. سلامتی سحر قریشی. حالا به هر حال تصمیم ایشون این بود که برن دیگه، متاسفانه یا خوشبختانه ما هم بهشون این جایزه رو با افتخار تقدیم میکنم. مبارک تو باشه خانم قریشی. بچه ها این لپتاپی که میبینید رو من میخوام بذارم توی ایسام برای مزایده و بفروشمش. توی ایسام شما میتونید هر چیز دوست دارید و نو دست دوم هر مدلی بذارید برای مزایده یا فروش ثابت. کلی وسایل دیجیتال اونجا هست، برید توی سایتش سرچ کنید و ببینید. و اما از اونجایی که جایزه‌های ما هیچ محدودیتی نداره، نوبل صلح سال 1400 رو بدون اینکه هیچ رقیب دیگه ای وجود داشته باشه به آقای رامین رضاییان، ملی پوش خوب فوتبال کشورمون تقدیم می‌کنیم بابت گذاشتن این دو استوری. استوری اول دستشون گذاشتن جلوی تانک، خیلی زیبا به نشانه اینکه یعنی بسه دیگه کسی جنگ نکنه، دست من جلوی لوله است. و استوری دوم این استوری که پدر یعنی عشق، لطفاً جنگ نکنید. هر بار من گیر میکنم داشت. و اما جایزه شنیع‌ترین تصویر سال 1400، دیپلم افتخار این بخش برای آقای سید جواد هاشمیه، برای لخت شدن و تصویر لختشون در استخر در سایل زخم کاری که از همین فیلمو پخش میشه. و اما برنده این بخش هم آقای سید جواد هاشمی، باز هم بابت همون تصویر در همون استخر در همون سایل زخم کاری. برای چه ما بهش دیپلم افتخار دیدیم؟ چون احساس کنیم کافی نیست، یعنی جایزه برنده رو فقط بهشون بدیم کافی نیست، یه دونه دیپلم افتخار هم گذاشتیم روش که حق مطلب قشنگ ادا بشه. و اما جایزه طناز برتر سال 1400، نامزد اول این بخش یعنی بخش طناز برتر سال 1400 خانم طناز طباطبایی هستن، چون که اسمشون طنازه و ما داریم طناز رو انتخاب میکنیم. من اومدم از این شباهت این دوتا کلمه ما هم استفاده کردم و این شوخی رو رقم زدم. امیدوارم که راضی باشید و خوشتون اومده باشه. و اما برنده این بخش یعنی طناز برتر سال 1400 کسی نیست جز خودم، چون من هیئت داورانم و نظر من خودم با مزه ترین آدم دنیام. بچه ها بعضی موقع ها هست که من توی خلوت خودم یه چیزایی میگم که خودم اخنده رودبر میشم و به این فکر میکنم که خدایا من چقدر بامزم، چقدر یه نفر میتونه خنده دار باشه. البته خب اینا رو نباید بگه آدم، یعنی تواضع خیلی مهمه.
و اما جایزه گندگوی برتر سال، یعنی کسی که خیلی بیش از حدی که باید صحبت کنه و کری بخونه کری بخونه، تقدیم می شود به با افتخار و بدون هیچ رقیبی با اقتدار، آقای سجاد غریبی، جهان پهلوان، رستم زمان، له کننده پرتغال ها، که تا جایی که میتونستن برای آقای مارتین فورد کری خوندن و حالا ممکنه این گندگویی براشون گرون تموم بشه و توی رین اتفاق براشون بیافته، ولی سجاد جان ما پشتیم تا تهش برو، تا زمانی که توی رین نرفتی، تا زمانی که به حد کافی کتک نخوردی پا پس نکش، برو توی رین، برو و آبروی همه ما رو ببر، هیچ اشکالی نداره، من از طرف همه مردم به تو وکالت میدم، تو آزادانه برو توی رین، تو اصلا نماینده ایرانی، یادت بشه برو اون تو کتک بخور و بیا تا دیگه این حرفا نزنی. آفرین پسر. خب قسمت ترین های نیمه شب هم تموم شد. 13 قسمت عید رو با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. ما اینکه خیلی بچه‌های ما پرفشار کار کردن، ولی الان هممون همه مجموعه نیمه شب از اینکه این 13 روز تموم شده ناراحتیم عمیقا. یه جورایی عادت کرده بودیم به این هر روز بودن برنامه. واقعا همه بچه‌ها الان مینا پشت سر قصه دارن. حسین گری نکن. بابا دوباره برمیگردیم از هفته دیگه. اشکال نداره. ناراحتن دیگه بچه‌ها، همه ناراحتن، اشکال نداره، به هر حال هر اومدنی یه رفتنی هم داره. به زودی، خیلی زود، دو سه روز دیگه ایشالله با برنامه برمیگردیم. میبینمتون و دوستتون دارم و خداحافظ. آقا کات بچه‌ها بیاید 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 بیاید. تموم شد تموم شد تموم شد تموم شد تموم شد تموم شد تموم شد. شونزدهم برنامه داریم ما. شونزدهم برنامه داریم. سه روزی. آخه نگفتید دو هفته کار کنید بعدش دو هفته بدید مسافرت. دروغ گفت. برنامه داریم.